هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیو ترودویم. با درود و سلام، پیر خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال، واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم سه‌شنبه است، 27 ماه جون المبارک، یا به روایتی جوان المجون سال 2017 دربدری، که برابر است با ششم تیر ماه سال 1396 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه اعضای پرقدرت و پرصلابت تیم خودمان گروه 5 به علاوه 1، 161 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هم میهنان و هم زبانان گرامی در سر تا سر جهان، هر جا که شاهد و ناظر، بیننده و شنونده برنامه های تلویزیون میهن هستید، تقدیم میکنیم. خب گفتیم که امروز ششم تیر ماهه، بنابراین فردا دوباره یوم اللهه، یوم الله هفت تیر. میدونید گفته بودیم براتون مملکت ما یوم الله خیزه. هفتم تیر روزی است که اون انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در خیابون سرچشمه پیش اومد و عده‌ای از سران جمهوری اسلامی به لقاء الله پیوستونده شدند. در حقیقت بیش از 100 کشته بود که بعداً روندش کردند، آوردنش رو 72 به تعداد شهدای دشت کربلا، یاران آقای امام حسین، که یک اعتباری هم بهش بدند. والا 40 سال تقریبا، 38-39 سال از اون واقعه گذشته، هنوز ما نفهمیدیم کار کی بوده. حالا چند تا متهم در این رابطه هست، یه عده میگن اونا بودن، یه عده میگن اینا بودن، یه عده میگن اون بوده، ولی هنوز نفهمیدیم. ولی یه مسئله‌ای که در این وسط مهمه، حالا کار هر گروهی یا هر شخصی بود، اینه که یه کسانی مثلا مثل دکتر بهشتی و محمد رینگو و امثال هم باید میمردن در اونجا، کشته میشدن، و خب بالطبع یه عده دیگری هم مثلا حضرت آقای آیت الله رفسنجانی زنده میموندن. حکمتش شاید در این بود که به هر حال باید یک کسانی کشته میشدن، یک کسانی میماندن. حالا این وسط کی سود میبرد از این داستان دیگه، اونو والله اعلم. هفته قبل، یعنی در حقیقت 26 خرداد، در برلین یه مسجدی افتتاح شد که عجیب الخلقه بود. مسجدی تحت نام مسجد ابن رشد گوته، یعنی میگه نشان دارد آن راد مرد دو کس. این مسجد هم به نام ابن رشد بود، دانشمند اسلامی، هم گوته، دانشمند آلمانی. حالا جالبه که این مسجد پیش نمازش یه خانوم بود، هست، یه زن هست، و بی حجاب، و همه افراد هم جنسگرا و عرض می شود که بی حجاب و شیعه و سنی و از همه ادیان و مذاهب حقه و نیمه حقه و غیر حقه، میتونن برن اونجا عبادت کنن. خود اون خانوم هم باستاد جلوی صف بدون حجاب نماز خوند، پیش نماز شد، البته یه مردی هم در کنارش بود. یه دوستی میگفت خراسان این داستان چیه؟ این چه نوع مسجدیه؟ ما همچین مسجدی نه در تاریخ اسلام داشتیم. الان که این مسجد اگر توی ایران بود که میشد مسجد ضرار، همون موقع با خاک یکسانش کرد. حالا گفتیم بالا اینم میشه به حساب علائم ظهور آقا امام زمان گذاشتش. میگن در زمان ظهور که نزدیک میشه از این اتفاقات میفته. البته بعد هم عده‌ای از مسلمین این مؤسس و افراد دستاندرکار این مسجد و پیش نمازش رو تهدید به قتل کردن. خب البته این کار از مسلمین برمیاد، یعنی روششون همینه دیگه، با هرچی که مخالف باشند چاره کار آخر سر چاقو و
هفتی رو از میشود مسلسل و ایناست دیگه. آره تهدیدشون کردن، حالا گفتیم این کار از مسلمین بعید نیست. میدونید به روایتی دیروز، به روایتی پریروز عید فطر بود، چون در این مسئله مسلمین یه اشکال کوچولو بینشون هست، همدیگر رو در این رابطه هم قبول ندارن. دیروز ظاهرا عید فطر برای شیعیان جهان بود، پریروز برای اهل تسنن. بر حال ما حالا هر روزی بود و هر چی بود، این عید فطر رو به مسلمین در کل، حالا شیعه و سنی و احمدی و عرض می شود که رافضی و هر چی که هست، تبریک میگیم. ولی بیشتر به روز خورا تبریک میگیم، چون جانشون راحت شد دیگه، حالا راحت شدن دیگه، ما رمزون گذشت، میتونن یه پک سیگاری یه لیوان آبی تو خیابون بخورن و مشکلی براشون پیش نیاد. ولی برامون جالبه یکی از این رسانه ها وسایل ارتباط جمعی، البته نه نوع مفسدش مثلا میان تیوی که از اون نوع اصیلش که یه جورایی تو کار کلاهبرداری و عرض می شود، البته اونا دو کار میکنن، هم کلاه بر میدارن هم کلاه میذارن سر مردم. برحال اونجا جالب بود، یه عده ریش تراشیده و عرق‌خور و عرض می شود فکر کرواتی نشستن، بعد میگفتن فطریتون رو بدید به ما، کمک به تلویزیون ما بکنید. خیلی جالب. گفتیم که نمیدونیم اینا واقعا واجب الخمس و بر زکات هن، اول میگه برادری تو ثابت کن بعد تقاضای فطریه کن. ببینیم اول شما واجب الزکاتی، تو که حالا یه مقداری مدتب اتوماتیک هر روز کلا، هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال کلا سر مردم میذاری، جیب مردم رو خالی میکنی، به فطریه مردم، اونم مردم ایران بندی بابا جان. بگذاریم. هفته قبل شنیدید که ملک سلمان پادشاه سعودی فرزند خودش محمد بن سلمان رو که جوان 31 ساله است، البته ما سنش رو 31 33 اینا هم شنیدیم، ولی حالا 31 ساله است، به جای برادرزادش محمد بن نایف به ولیعهدی انتخاب کرد، یعنی ولی تعویض ولیعهد شد. مراسمش هم دیدیم، اون ولیعهد قدیمیه البته زیاد خوشحال نبود، ولی مثل که دید چاره ای نیست، مسجد جایگاه بعضی کارا نیست. یه درگیری هم بود بین همین سلمان با یکی از شاهزادگان سعودی، اون شاهزاده اومد برای سلمان شاخشونه بکشه، گرفتن بردنش، یعنی بیرونش بردن. برحال آره ایشون این جوان شده یعنی ولیعهد جدید، البته الان هم چند تا پست مهم داره. ما در این رابطه فکر کردیم به حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان که به هر حال با سعودیا و شاه سلمان سرشاخه این روزا، پیشنهاد کنیم شما بیا مقابله به مصر کن، شما بیا آقا مشتبه رو به ولیعهدی انتخاب کن، چون شما و حضرت سلمان شاه سلمان شما هر دو دیگه سنی ازتون گذشته، حالا که اون طرف داره یه جوون انتخاب میشه، شما هم یه جوون انتخاب کن که به قول کشتیگیرا هم وزن باشن، اونا بیفتن به سر کله هم، همدیگر رو لتو پار کنن. آقا مشتبه یه طرف، محمد ابن سلمان یه طرف، اینجوری چون که بالاخره قهرمان ها هم وزنن، تماشاش برای ما جالب تره، تماشای جنگ و جدلشون. شما و شاه سلمان حالا به یه روش دیگه ای با هم سرشاخید، اینا خب تازه جوانن و تازه نفس و اینا، بعد فکر نیست، حالا ما فقط پیشنهاد میکنیم. دوستی زنگ زده بود با ما، به ما، و درد دل میکرد، میگفت به سر جوانش در ایران مبلغ زیادی از سرمایه شد در این رابطه با این ماجرای فاجعه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه دست داده. همین صندوق قرض الحسنه سامن الائمه، سامن الحجج، کاسپیان، اسمای مختلف هم داره که جنسشون جور باشه، حالا اگه یکی مثلا اسمای عربی و مسلمونی سامن الائمه و سامن الحجج دوست نداره، خب بره سراغ کاسپیان یا آرمان مثلا. برحال گواره پسرم به حرف منم گوش نکرد، یه 200 میلیونی چقدر پول داشته تفلک برده گشته تو این بانگا پامال شده از بین رفته. عرض میشه که گفتیم والا گوار، بچه من قبلا هم به بچه هم تو هشدار داده بودم، گفتم معمولا بچه ها حرف بزرگترها رو کمتر گوش میکنن. گفتیم این تقصیر خود مردمه در حقیقت،
وقتی یارو میاد اعلام میکنه ما 20% 25% سود میدیم به سپرده شما، آخه تو اون کله بی صابوندن نماد فکر کنی که یک کجا بیاره میده؟ چه بیزینسی میکنه که مثلا 30% سود میگیره که 20% شو بده به تو؟ خب بالاخره 10% هم خرج اجاره ملکش و کارمندش و ایناست دیگه. آخه عقل آخه میگن چیز شریفی است. گفتیم همه اینا برمیگرده رفیق به اون طمع باستانی که ما داریم. ما آخه یه ملتی هستیم اهل طمعیم. یارو میاد اینجا پناهنده سیاسی میشه، میگه جانم در ایران در خطره، یه دو سه سالی که میگذره پیازش ریشه میکنه و سیتیزن میشه، بعد میره سفارت جمهوری اسلامی گذرنامه میگیره میره ایران، هم اینجا بلفر میگیره هم ایران حقوق بازنشستگی، هم اینجا منافعی داره هم ایران ملک داره، و اینجا گریه زاری میره هفته مثلا 100 دلار هم کمک قضایی میگیره که بدبختا بیچارم اون وقت اونور ملک داره میره اونجا اجاره خونه جمع میکنه و از اون کبابای انقدی میخوره و احیانا مرداشون هم احتمالا میرن مشهد. البته فکر بد نکنید، حالا تفلک مشهد ما این روزا بدنام شده، البته اینا نمیرن مشهد برای استفاده از اون خونه افاف بغل حرم مطهر آقای سابق ما، میرن واقعا برای زیارت جون عمشون. داره حالا کاری ندید. آره این همون طمع باستانیست، همون طمعی که در 22 بهمن 57 ملت ما رفتن دنبال آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. خب یادتونه حضرت امام گفته بود خانه نخرید، ما همه را صاحب خانه میکنیم، همه را آره صاحب خانه نه چیز دیگه شده کردن، کاری ندونیم. آره این در همون رابطه با طمعه. طمع کردیم پولا رو بردید گذاشتید اونجا به باد رفت، ولی برامون جالب بود تو خیابون این مالباختگان داد میزدن مرگ بر سیف، مرگ بر نمیدونم فرهادی کی بود اسم یارو، حیدری. آخه سیف و حیدری که کاری نیستن، ریشه در جای دیگه است، پولا پیش کس دیگه است. مرگ سیف و حیدری کارساز نیست، مرگ جمهوری اسلامی حالا اگه بگید یه چیزی، پولا اونجاست. چرا زمان مرحوم آریا مهر اینجوری نبود؟ 4 تا بانک 5 تا بانک آبرومند بودن، پول تو میذاشتی سود قابل قبول هم بهت میدادن، هر وقت میگفتی پول هم میخوام میگفتن بفرما. اینه که مردم ما باز هم سوراخ دعا رو گم کردند. یه دم تو خیابون داد میزدن ای رهبر آزاده حمایت حمایت. از کی حمایت میخوای؟ از صاحب حله؟ کسی که خودش باعث این داستان شده همه بدبختی ها از اونجا نتیجه سرچشمه میگیره؟ مثل که ما مالمون رو دزد برده باشه بریم از دزده خواهش کنیم آقا دزده لطف کن بیا مال ما رو پیدا کن بده به ما بگو کجاست. واقعا گاهی کار بعضی از این مردم خنده داره، خیلی خنده داره. خب شنیدید که هفته گذشته رژیم شریف جمهوری اسلامی 6 تا یا 7 تا دو تا روایت مختلف هست موشک از داخل ایران شلیک کرده برای اینکه داعش رو تنبیه کنه به خاطر کاری که در اون 2 تا 3 تا 4 شنبه قبل در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر حضرت امام کردن برای انتقام گرفتن از داعش. حالا باز در این که این موشک ها خورده نخورده، کار کرده کار نکرده، اینم باز روایات مختلف هست. از اینکه همه 7 تاش رفته یا 6 تاش خورده خار مادر داعشی ها رو سرویس کرده هست، تا اینکه یه روایتی باز میگن که نه بابا 2 تاش خورده تو عراق، 3 تاش خورده تو فلانجا، 2 تاش هم که رفته واقعا در همون دیر الزور به مقر داعشی ها نخورده، خورده کنار شهر به یه منطقه مسکونی چند تا زن و بچه مردم رو کشته. روایات مختلفه، ولی یه چیزی که این وسط برای ما جالبه، حالا ما به این مسئله خود این موشک پرانی که به هر حال مفسرین مختلف راجبش صحبت کردن، در تخصص ما هم نیست، تخصص ما گیر دادن به جای دیگه است. دیدیم اون یارو پسرک مفلوک مریش مزدور مشکوک به مزدوری است، این روزا این بر اون بر پلاسه
این اومده بود چه خوشحالی میکرد، کف میزد برای، منظورم میدونید نامیر ناشریفی نادانه، کف میزد برای جمهوری اسلامی که چه کار خوبی کردن، دشمن رو زدند. و خیلی برای ما جالبه این آدمی که مدعی مبارزه سیاسی میاد کار جمهوری اسلامی رو، اصلا نفت همین موشک زدن، این 7 تا موشک 6 تا موشک، ببین مردک چقدر پول اون مردم بوده که دود شده، به جاش میشد اونا تو مملکت دوای درد مردم قرار داد. به حال حالا جالبه خود رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان در یه اشارتی کرد و گفت نزدیکش چند متریش خورده، این میگه نخورده تو مدات همون داعشیا. حالا کسانی که میخواید دنبال پرتقال فروش میگردید، این یه دلیل. آقای مردک تو چیکاره ای؟ تو طرف مردمی، طرف رژیمی؟ شنیدید میگن کاسه داغتر از آش؟ آره این کاسه داغتر از آشه. یا یه مثال دیگه میگه دایه درسوستر از مادر، یه جاهاییشو که نمیشه تو تلویزیون گفت باید داغ کرد. ولی در این رابطه یه مسئله جالب براتون بگیم. امروز صبح دیدیم یک هممیهنی به نام آقای بابک یک ایمیلی برای ما فرستاده، خیلی جالبه. نوشته که درود بر شما استاد، خطاب به ماست، ما رو استاد، ما والا استاد نیستیم، ما شاگرد بنا هم نیستیم، تازه حالا استاد که هیچ. نوشته درود بر شما استاد، شما مشکلت با این امید دانا، این شیر مرد ایران پرست چیست؟ به ما میگه، میگه مشکلت با این شیر مرد ایران پرست امید دانا رو میگه چیست؟ در یک ویدیو دیدم که شما به ایشان بی احترامی کردین. بی احترامی نکردیم، فحش و فضیحت بهش دادیم. بی احترامی چیه؟ که اون لایقه اصلا بی احترامی هم نیست، حالا کاری نداریم. یعنی اگر سندی از ایشان در دست دارین لطفاً به ما بینندگانتون نشان بدهید، لطفاً با سپاس فراوان. آقای بابک عزیز، همیهن نازنینم، سندی در دست داریم ولی یه خورده دور از دست ماست. اون سند ما 1700 گرم 1 کیلو مغز در کله مبارک شما که یه ذره به کارش بندازی وقت میفهمی که ما مشکلی نداریم. این یارو دشمنتونه، دشمن مردم ایرانه. آقای بابک، من یک جمهوری خواه هستم، به صراحت بگم منتقد نظام پادشاهی هستم و آرزو دارم روزی مملکت من صاحب رژیم جمهوری بشه بدون هیچ پسوندی. من جمهوری خواه بهت میگم که این بابا اومده برای اینکه بین ما اختلاف بندازه، میشینه اونجا ادعا میکنه که به قول تو ایران پرسته. اولا ایران پرستی غلطه، ایران دوستی درسته. ولی از این طرف داره بین مردم اختلاف میندازه به یک نفر که حالا وزنه ایست و میتونه احتمالا کاری بکنه مورد توجه گروه کثیری از هموطنان ماست. ما به عنوان جمهوری خواه میگیم، ما طرفدار رضا پهلوی نیستیم. اینو میاد فحش و فضیحت میده، بعد از شاهنشاه آریامهر رضا شاه مثلا تعریف میکنه، مثل یکی که میگن این لاتو دوتای پایین شهر تهرون رسیده بود به یکی گفت تو که آدم نیستی، من نوکر داعشتم. آقای بابک عزیزم، برگرد به زندگی این موجود مفلوک مشکوک به مزدوری نگاه کن. میگه من در تهران در تظاهرات سنه جرتمه شرکت کردم، مرگ بر دیکتاتور گفتم. آیا بعد که دستگیر شدم، آیا کسی که مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور بگه دستگیر بشه سالم به کنانتری میرسه؟ بعد محاکمش کردن، محاکمش رو به تلویزیون نشون دادن. والا اولین بار ما اینجور محاکمات رو فقط در مورد ایشون در تلویزیون دیدیم. بعد یه شب هم اومدن گفتن یه ده زندان آزاد، منم آزاد شدم. آخه اینا رو که عقداری تو کلت بابک جان، فکر کن آزاد میشه میاد بیرون، بعد
از ایران میاد بیرون و بعدم دو ماه سه ماه بعدش همسر قانونی و رسمیش هم از فرودگاه امام خمینی یا مهرآباد حالا خارج میشه. آخه خودت عقل برای آدم چیز شریفیه برادر. این آدم مشکوکیه، این آدم مزدوره، اصلا همه اعمالش نشون میده. این یا اون یکی، اینا اومدن برای که کلا سر مردم بذارن. شماها باید هوشیار باشید. خب جمعه قبلا که میدونید روز قدس بود و راه به مایی و تظاهرات ساندیس و ساندویج آلوده. این تظاهرات جمهوری اسلامی حسنش فقط در همون، به قول بعضی ها میگن حسن خوبی حسن خوبیش در ساندویج و عرض میشود که ساندیس و حالا احتمالا زمستان باشه شیر کاکاوی از این چیزاست دیگه. یه هفته قبل دیدیم توی مسجد به نمازگزارا هندونه کادو میدادن. یعنی اگه برن نماز بخونن نماز جمعه شرکت کنن یه هندونه میدن. حالا کاری نداریم. آره بعد عده‌ای از ذوب شدگان در ولایت اومده بودن تابوت دونالد ترامپ رو اون وسط گذاشته بودن. یه تابوت درست کرده بودن و آورده بودن میگفتن این تابوت دونالد ترامپه. یاد یه داستانی افتادیم. میگن در زمان قدیم که مکتب خانه بود و ملاباجی مثلا معلم بچه ها بود، میگن که یه بچه ای تو کلاس داشت دعا میکرد خدایا یه کاری کن این ملاباجی ما بمیره، ما دیگه درس نخونیم. ملاباجی پشت در بود شنید، اومد تو گوشش گرفت یکی زد پس کلاس که کرخر دعا کن بابات بمیره که دیگه مکتب نظارتت. ملاباجی بمیره یه ملاباجی دیگه بیاد. خب ابلها دونالد ترامپ بمیره، حالا مثلا آرزوی شماست بذارید تو تابوت، یه دونالد ترامپ دیگه میاد. برید به ریشه کار، دعا کنید باباتون بمیره که اقلا مملکت من از دست این مصیبت ها راحت بشه. باباتون نه آد شخص رو نمیگم، اون سیستم رو میگم، اون سیستمی که 38 سال پنجه روی مال و ناموس و جان مردم انداخته. آره اونجوری راحت تر میشید. البته در این مراسم باشکوه مند در برهه‌ای هم تبدیل شد به جنگ بین طرفداران حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان از یک طرف و طرفداران آشق حسن آقای دابل پرزیدنت. اینا پریدن به هم. البته قبلا زمینه رو حضرت رهبر و آشق حسن فراهم کرده بودن. هر از گاهی حضرت رهبر یه متلکی باره آشق حسن کرده بودن، آشق حسن یه لنترانی باره حضرت رهبر البته بدون نام کرده بودن. اونجا اینا پریدن به هم. یه متلک های نیشدار طرفدار های عاشق حسن میگفتن، یه متلک های طرفدار حضرت رهبر که روحانی بنی سر پیوندتان مبارک، یعنی تهدیدش میکنن غیر مستقیم به اینکه از کار بر کنارش کنند و استیزاهش کنند. آره حالا آره اون طرفی هم باز یک طرفداران حضرت پرزیدنت دابل پرزیدنت هم یه متلک ها و شعارهایی بر علیه حضرت رهبر می دادن. به هر حال داستان داستان غریبی است. جنگ گرگاست. اینا ریختن به جان هم. دوستی هفته قبل یک کلیپی بر ما فرستاده بود از یکی از این اعضای هشت و شعبی. هشت و شعبی یعنی همون در حقیقت بسیج مستضعفینی که ما تو ایران داریم. این جوونا رو میبرن تعلیم میدن برای انداختن به جان مردم و جنایت کردن. البته همه بسیجی ها رو نمیگیم، تو اونا ما رو حسابی هست تک و توک. آره یکی از این هشت و شبیا تصور کنید یه موجود هیکل گنده نتراشیده نخراشیده ای غرق در سلاح خنجر به دست و با بیر و کلنگ داشت یه جایی رو میکند. بعد توضیح میداد که چرا این کار رو میکنه. گفت ما چند روز پیش اینجا 10 تا داعشی رو گرفتیم کشتیم و اینجا دفن کردیم تو این محل. بعد میخواستیم هم موقع که کشتیمشون سراشونم ببریم، منتها فرماندهمون اجازه نداد. حالا ما رفتیم، حالا که دوباره برگشتیم اینا رو جنازه هاشون از توی قبر که دفن کردیم دراریم سراشون رو ببریم. چرا؟
به انتقام سیلی که به مادرمون فاطمه زهرا زدند. یک کسی به ادعای این شیعیان 1400 سال پیش به اعتبار، حالا ما نمیدونیم، حالا در اون زمانم در عصر پیغمبر گرامی اسلام میشد کسی بیاد به دخترش سیلی بزنه؟ اگه اینجور بوده که پس اون نظام که حضرت محمد برقرار کرده بوده خیلی دموکراتیک بوده حتما دیگه، که بیان دخترش رو سیلی بزنن. بعد دخترش کی بوده؟ همسر علی ابن ابی طالب، قهرمان خیبر. حالا فرض کنید که اینجوری بوده، یه عربی در 1400 سال پیش یه سیلی به مادر شما برا نسبت زبان مالدار زده. حالا بعد امروز شما از این عرب داعشی انتقام اونو میگیرید، اونم با بریدن سرش در حالی که خودش مرده. یه رفیقی که اینو فرستاده بود گفت خراسان این چیه این داستان؟ گفتمون که این حالا یه روشیست برای خر کردن یه عده، ولی در کل دل مشغول مدار. حالا این یارو هشت و شبیه یه موجود درنده وحشی مربوط به آثار گذشته است، اونم در یک کشوری، حالا مثلا در سوریه، جنگ و مرافع هست و این حرکت ازش صادر میشه اینجا در ایالات متحده شمس‌آباد، تو همین مملکت امریکا. یکی دو سال پیش، چند سال پیش بود، یا آخونده شیعه توی یکی این تلویزیون های شیعه نشسته بود، بعد به مستمعینش، به مخاطبینش توصیه میکرد، میگفت ما همه باید جمع شیم بریم سازمان ملل شکایت کنیم از این تکفیری ها، یعنی از سنی ها منظورشونه، که حق مادرمون رو پس بگیریم. حق مادرشون چیه؟ باغ فدک، باقی که 1400 سال پیش به دای اینا یه دو عده عرب بودن دیگه، حالا ما امروز به نام شیعه و سنی میشناسیم، اون زمان طرفداران علی ابن ابی طالب بودن و طرفداران عمر و عثمان و ابوبکر. اون زمان اختلاف بینشون بوده، به دای شیعیان این طرفداران، حالا این گروه ابوبکر و عمر و عثمان از مادرشون حضرت زهرا غصب کرده، که حالا اینم داستان اینه که میگن خریفه وقت گفته خانم شما باید این باغ رو پس بدید، گفته نه این باغ ارث پدرمه، طرفم گفته که طبق بیان پدر محترم شما از پیامبران ارث نمیمونه، بنابراین این مال بیت الماله. حالا اون موقع 1400 سال پیش اتفاق افتاده، آخونده اومده امروز میخواد بره سازمان ملل شکایت کنه حق مادرش رو پس بگیره. اینا دیگه کیان؟ اینا اصلا چی میگن؟ یعنی اگرم در یه مملکت متمدنی مثل آمریکا زندگی میکنن و بهشون اجازه ابراز نظر میده و حقی براشون قائله، از این حق مثلا میشه رفت مثلا حالا سازمان ملل شکایت کرد، حقی رو استیفا کرد، حالا به یه دادگاهی فلان، از این هم برای این موضوع میخوان استفاده کنن، نه اینکه امروز حق یه ملت 80 میلیونی رو جمهوری اسلامی گرفته. دنبال این نیست، دنبال اونه. ببین داستان کجاست. بگذاریم. به یه رفیقی گفتیم فلانی شنیدی قطر ایرلاین، یعنی شرکت هواپیمایی قطر، اعلام کرده که میخواد 10% سهام امریکن ایرلاین رو بخره. خب خراسانی تو رو سنه نه بخره، به تو چه؟ گفتیم نه این مسئله خیلی برای ما جالبه. گفت برای چی جالبه؟ گفتیم قطر در این روزای فعلی با این اختلافاتی که بین همین دولت قطر و کشورهای عرب، کشورهای جنوب خلیج فارس هست و از مصر تا عربستان سعودی و کویت و اینا همه شاخشونه براش کشیدن، فعلا محاصرش کردند و تهدیدش میکنن که نمیدونم باید با جمهوری اسلامی به هم بزنی، نمیدونم اون تروریستای فلسطینی رو بیرون کنی، الجزیره رو ببندی، حالا با این مشکلاتی که الان داره میخواد تازه بره 10% چیز رو بخره، سهام امریکن ایرلاینز رو بخره، قطر ایرلاینز. گفت چرا که نه؟ گونه آخه من نشدیدی میگن فلانی خیلی خوش پر و پاچه از لب خزینه میشینه؟ چرا؟ خب این مثال رو شنیدم.
یا این مثال که میگن فلانی رو تو ده را نمیدادن سراغ خونه گت خدا رو میگرفت، چه جوریه داستان؟ گو خراسانی، اینایی که تو میگی و این مثال ها مال زمان قبل بود. الان میشه که همچین خوش پرپاچه هم نباشی ولی بری لب خزینه هم بشینی قدرم ببینی در صدرم بشوننت، یا میشه که تو ده رات ندن هیچ مهم نیست، از در پشت بری حتی با خوار مادر و زن و بچه کت کدام یه روابطی به هم بزنی. متوجهی؟ گفتیم بله بله فهمیدیم چی میگی. نه نیاز نیست تو ده راشون ندن، ما بستگی داره چقدر مایه رو کنی. تو مایه رو کن، اگر تو ده هم راد ندادن از اون در پشت میری با کت کدا کناسه ترتیب کارو میدی، نگران نباش. گفتم خب حالا فهمیدیم منطق تو رو متوجه شدی. حالا به نظر ما خدا لعنتشون کنه این آمریکایی‌ها مریضن، کرم دارن، بیکار نمیتونن بشینن، باید همیشه یه فتنه به پا کنن، یه اشکال ایجاد کنن. یادتونه یه 7-8 سال پیش بود اون زنه چی بود اسمش، مادلین آربرایت، وزیر امور خارجه ایالات متحده شمس‌آباد، البته زمان آقای ترامپ و اینا نبود، خیلی قدیم تره، اومد یهو به قول ما مشهد یا لک و خنک پشت میکروفون گفتش که من از ملت ایران عذر میخوام به خاطر اینکه ما امریکایی‌ها در ماجرای 28 مرداد در مملکتشون دخالت کردیم و باعث شدیم که مصدق سقوط کنه و شاه رو به حکومت برگردوندیم. البته در همون زمان فوشای لازم هم دادن به شاه، این هموطنان طرفدار نظام پادشاهی، که این پیر سگ، این پیر زنه عجوزه خره اصلا نمیفهمه دخالت نکرده با آمریکا. حالا این یارو خود زنه میگه گفت من از آسیاب میام، تو میگی نوبت نیست. این یارو وزیر امور خارجه آمریکا بود، میگه ما دخالت کردیم. نه 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 رو آمریکا دخالت نکرد. این زنه خره نمیفهمه، یعنی زنه که وزیر امور خارجه آمریکاست خره نمیفهمه، هموطنهای طرفدار نظام پادشاهی ما میفهمن و آمریکا اصلا دخالت نکرده، خودش شده. ملت چی بودن؟ یه چیزی میگن قیام ملی بوده، ملت ریختن تو خیابون، مصدق اکبر کشتن پایین، اعلیحضرت رو برگرد بود. حالا یه مدت بعد ساکت شده بود، این هفته باز این امریکایی های نانجیب یه شر به پا کردن، 1000 صفحه سند قدیمی سیا رو، سازمان اطلاعات CIA رو منتشر کردن که در اینا باز یه سری مسائله که البته خب ما میدونیم هموطنان ما میرن جلوش وا میستن میگن شما خرید، نمیفهمید اصلا شما نبودی، خودش بوده. آره، و یکی از این مدارکی که تو این سند رو شده راجب آیت الله کاشانیه، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، که در همون ماجرا، البته حضرت آیت الله مثل آفتاب پرست بودند، خدا رحمتشون کنه، وقتی منطقه سبز بود به رنگ سبز در میمدند، بعد اگه مثلا قرمز بود به رنگ قرمز در میمدند، یه مدت طرفدار مصدق بودند بعد طرفدار شاه شدند، ولی در نهایت امروز گندش در اومده این مدارکی که امریکا فاش کرده نشون میده که با آمریکایی‌ها میلاسیده ایشون و حتی زمزمه های هست که پولمولی هم حالا رسیده، کاری نداریم. حالا البته این مسائل به ما مربوط نیست، ما همچنان معتقدیم که 28 مرداد یک کودتای قیام ملی بوده، اینجوری دیگه راحتیم دیگه. حالا ولی مسئله جالب برای ما در این رابطه باز اینه که ما یه رفیقی داریم، سیامک، خدا خیرش بده. خب وقتی میگیم ما یه رفیقی داریم باید بدونید این رفیق ما مثل خودمون فساد اخلاق داره دیگه. حالا تازه این سیامک رو ما چجوری باش آشنا شدیم؟ از طریق یه رفیق دیگمون علی در آلمان، اونم در حقیقت مفسد فل ارزه و فساد اخلاق داره. آره، سیامک رو که ما از طریق علی، که هر دوشونم اونام میگن
کورکورو میجوره آب گودالو، اونا با هم رفیقن، احتمالا به خاطر اینکه هر دوشون دچار این فساد اخلاق هستن. البته منظورمون از فساد اخلاق اینه که هر دوتا این رفیقای ما ارادتی به این پیرمرد دارن، به زندگیات دکتر محمد مصدق. حالا بگذاریم. آره سیامک ورداشته بود یه متنی نوشته بود، نوشته بود حالا تکلیف چیه؟ جمهوری اسلامی با انتشار این اسناد با این بزرگ راه آیت الله کاشانی چیکار میخواد بکنه؟ چون الان یه بزرگ راهی به نام آیت الله کاشانیه، چون حضرت امام راحل هم خیلی ارادت با آیت الله کاشانی داشتن، یک بزرگ راه از دیر زمانیست به نام ایشونه. حالا که فهمیدن آیت الله کاشانی هم سرش زیر بغل شیطان بزرگ اون زمان بوده، خیلی سست به قول بچه های پایین شهر تهران. سیامک پیشنهاد کرده بود اون اون بزرگراه رو اسم آیت الله کاشانی رو بردارید بذارید بزرگراه فضل الله زاهدی. اینجوری خب یه خورده همه چی رو به راه و راستاریست میشه. آره اینجوری مشکل به هر حال حل میشه. بزرگراه سرلشکر فضل الله زاهدی. البته فضل الله زاهدی میدونید پدر همین آقای اردشیر زاهدی بوده با و حالا داستان دیگه به تاریخ نمیخوایم بپردازیم، اصلا وارد این مقولات نمیخوایم بشیم. یادش به خیر شهرام همایون میگفت خراسانی همه چی رو میگه و اصلا به ما چه، به ما چه مربوطه. بریم سراغ پیام‌های محبت آمیز دوستان. مهدی طبق معمول دوست ماهیگیرمون پیام محبت آمیزی نوشته، ازش سپاسگزاریم، سلام داریم برای خودش و دوستانش. خانم سریا ایران منش بیننده گرامی و با وفامونم با هم با ایمیل هم با پیام ما رو مورد محبت قرار داده، از ایشون سپاسگزاریم. بیننده مهربان و با محبت دیگرمان از ایران که دفعه پیشم راجبش صحبت کردیم، اسمشو نمیخوایم بگیم، راجب توهینایی که هفته پیش تو اون زیر برنامه به ما شده بود ابراز تأسف کرده بود و گفته بود چرا ما نمیدونیم، یاد نمیگیریم خب فرق بین کسی که داره مثلا البته به قوره این رفیقمونا خدمت میکنه مثل ما و کسی که داره کلاشونو برمیداره، فرق اینا رو نمیدونن و بی خودی میان توهین میکنن. خب این دلیل داره، دلیل اینه که ما هنوز یاد نگرفتیم که میشه با کسی مخالف سیاسی بود ولی نشست باهاش بحث کرد، دلیل آورد. الان میگیم این یارو این مریش مفلوک مشکوک به مزدوری، اگه میگیم دلائلش هم برات میگیم. البته ممکنه به ما اعتراض کنین تو اینجوری میگی، آره این در جواب اون غلط زیادیست که کرده بود و در یک کلیپی به شهرام همایون توصیه کرده بود این دو فحاش را، پیر خراسانی و سعید بهبهانی را از کانال زیبای کانال وان اخراج کنید. این انچوچک را بیدیم، این انچوچک هم واقعا خیلی چیز شده، ما اطلاق کردیم به اون امیرعباس فخرآور بین المللی داره میشه، همه بهش میگن انچوچک. حالا بگذاریم خلاص. آره داستان اینه که بلد نیستیم مبارزه مدنی بکنیم، یعنی از اولش با فوش شروع میکنیم. حالا ما حداقل از اولش با فوش شروع، بسیاری میان زیر برنامه مزخرف بنویسن فوش رو فضیحت میدن، ما با زبان دیگه یه باشون صحبت میکنیم. بعدم دوست عزیزم هم میهنم، این حتی شاید تقصیر مردم هم نباشه، گلناس علا دین ملوکه هم، وقتی در رأس مملکتت کسی هست که او برای مبارزه با رقیبش از زبان فحش استفاده میکنه. دیروز روز عید فطر بود، حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان سخنران اون مراسم بودند و قبل از نزول اجلال ایشون یه جوانک احتمالا از همین ذوب شدگان در ولایت اومد اون بالا و یه سری فحش و فضیحت در قالب یه شعر بار این آقای
عرض می شود روحانی کرد، جوانی به نام میثم مطیعی، از بلبلان دستگاه ولایت، از بلبل به بیت. البته اینا قبلا بلبلان امام حسین بودن، حالا شدن بلبلان بیت. آره، اومد و در یه شعر طولانی زنده مرده روحانی و قرارداد بی سی و برجام و همه رو زد و آخرم گفت ببخشید ما قصد احترام بی احترامی نداشتیم، قصد انتقاد داشتیم. خب حضرت رهبرم بدون اینکه واکنشی نشون بده، البته میدونید حضرت رهبر اخیراً اون داستان آتش به اختیار، فرمان آتش به اختیار که داده بودن، یه خود فتیلش کشیدن پایین، گفتن نه منظور من این نبوده. بهش گفتن آقا اینجوری که میگه همه جامعه به هم بریزه، همه با هم اسلحه میکشن، چاقو میکشن. گفته نه من منظورم این بودی که فعالیت فرهنگی تر و تمیز بکنند. حالا سوال ما اینه که این چیزایی که دیروز اینا رو آقای میثم مطیعی تو مراسم خوند، اینا فعالیت فرهنگی تر و تمیز بود قربان جدت برم؟ آره بزنین تو سر کله هم دیگه. یه بار گفتیم ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است، اینجا سود ایران است. ز هر طرف که شود کشته سود ایران است. حالا با خودمون فکر کردیم بیایم یه لطافتی ایجاد کنیم، واسطه بشیم بین حضرت رهبر و جناب دبل پرزیدنت. به حضرت رهبر میگیم که شما خب حق داشتید اومدید این دریوری ها رو بار شیخ حسن آقا کردید، بهترم از یه ترتیبی بدید، یا حالا بدید جانشو به جان آفرین تسلیم کنند برادران چیز سربازان گمنام، یا بنی صدریزش بکنید، یه چاره‌ای بکنید این موجود فاسد رو از دستگاهتون دور کنید، تشکیلات جمهوری شریف اسلامی یه دست بشه. توصیه میکنیم برای حل مشکل ها به حاج حسن آقای دبل پرزیدنت هم باز توصیه میکنیم. آج آقا تو 24 میلیون به اعتبار حرف خودت و دوستانت رأی آوردی، این مرد که مزخرف میگه یه جوری آخر داریم به اصطلاح صلح درست برقرار میکنیم، این روش ماست برای صلح برقرار کردن. فرها بزنید به سر کله هم، یه مش مردم اون وسط فقط پامال میشن. حکایت این طرفداران این دو گروه مثل که ما رنگ خاکستری در میهنمون نداریم، یه طرف همه سیاه سیاهه، یه طرف همه سفید سفید. ما ندیدیم کسی این وسط بگه آقا آقای رهبر معظم تو مشکلات دین شیخ حسن آقا، تو مشکلات دین بشینید با هم به توافق برسید. یه عده شاخشونه میکشن برای شیخ حسن آقا به طرفداری رهبر معظم، یه سری هم دشمن خونی رهبر معظم هم به طرفداری شیخ حاج حسن آقا. بنابراین ملتی که کارش به اینجا کشید، اینجا بالا ما یه سری میبینیم از این سیاست مدارا با هم جنگ دعوا، نه جنگ تاقو اصله و اینا، تو مجلس همدیگر رو متهم میکنن تو اینجوری کردی، اون میگه نه تو اینجوری کردی. بعد که تموم میشه میرن بیرون، میرن با هم شام میخورن، به سلامتی هم لیوان به هم میزنن، چون معتقدن اون کارشون اون اختلاف سیاسی است با زندگی دو مقوله مختلف. ما اینا رو حالیمون نیست. دیدی تو زندگی معمولیمون هم وقتی با یک کسی خورده حساب پیدا میکنیم دیگه هیچی برای مهم نیست، با خودش که مخالفیم، با پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و جد بزرگوارش، از این طرف با فرزند و نوه و نبیره و نتیجهش هم مخالفیم. دو سه مورد برای خود ما پیش اومده بود اختلافی با کسی پیدا کرده بودیم، با خانواده‌اش دوست بودیم، همچنان رو تعجب میکرد ما با تو من مخالفم، بچه چه گناهی کرد؟ بچه آدم محترمیه، تو آدم محترمی نیستی. باور کنید یک کسی بود یه به من پیغام داده بود تو ما دیگه تو رو تحویل نمیگیریم با بچه ما، آخه بچه آدمه تو نیستی، بچت یه انسانه، هر موقع ما رو ببینه چقدر، البته بچه تربیت شده اینجاست. اون به حال از میگیم از سران مملکت یاد میگیرن دیگه، الناس علا دین ملوک هم، هر جون اون یارو که در رست نشسته عمل کنه ملت چند بمبام میکنن. بگذاریم پر حرفی کرد. خب
یادتونه که هفته پیش گفتیم این حسین خوزستانی تبار اسکاندیناویایی ما یه نامه برای ما نوشته بود که نامه جالبی بود، منتها هفته پیش دیگه دیر نامه رسیده بود، وقت مطرح کردنش نشد. امروز میخوام نامه حسین رو بخونید. حسین نوشته: با درود فراوان میخواستم مطلبی را براتون بنویسم که میتونه در راستای همان ایده آن هموطن گارد شاهنشاهی باشد. یادتونه یه رفیق پیدا کردیم آقا عضو گارد شاهنشاهی بود، چقدر به ما محبت کردید، دو جلسه با هم همین صحبت ما رو خط کردیم، اون برامون پیغام داد. آره، که چگونه از آن چسب زیبای هموطن همشهری همسایه و همکار، آن چسب زیبا ناگهان بعد از آن فتنه بزرگ به چنان تنگ نظری و فتنه انگیزی و نفاق تبدیل شد که بسیاری حرمتها از جمله پیوندهای خونی و عاطفی از بین می رود و در جریان فتوای جاسوسی خمینی اوج آن را شاهد بودیم که همه عواطف و پیوندها زیر پا گذاشته شده بود. راست میگه حسین. آقا گفت جاسوسی همدیگر را بکنید. یارو میرفت داداشش رو لو میداد، مادره میرفت پسرش رو لو میداد. نمونه داشتیم در اصفهان. بقامت تاریخی و فرهنگی ما رخت دیگری به تنگ کرد که به تمامی آن رنگ و بوی سابق را نداشت و همه ما را رو در روی هم قرار داد و شد آنچه نباید بشود. خاطره ای را براتون تعریف می کنم. سال 55 من وارد دانشکده ای در تهران شدم و سوداهایی در سر داشتم و پس از چندی دوستانی و سپس گروه کوهی تشکیل شد و همگی ما زاویه با رژیم داشتیم، با رژیم شاهنشاهی، و هیچ کس از ما چنان اطلاعی از اندیشه و گرایش های سیاسی و عقیدتی دیگری نداشت. روابط ما چنان منسجم و دوستانه بود که بعضی از این افراد از جمله من اکثر بیکاریمان را دور هم بودیم، تئاتر می رفتیم، سینما می رفتیم، مطالعه و گفتگو می کردیم. متاسفانه با سقوط رژیم روابط دوستی ما تحت شعاع جبهه سیاسی جامعه شد و همه آن دوستی و عاطفه به باد فراموشی سپرده شد. راست میگه، بسیاری دوستی ها حتی پیوند های فامیلی بعد انقلاب به باد رفت، چرا که این گروه هر کدام اعضایش عضو جریانی شد و آن ارتباط گرم و دوستانه ما از بین رفته و تبدیل به یک سرتکان دادن و گاهی بی تفاوت از کنار هم رد شدن گردید. راست میگه، حالا شانس آورده حسین که بی تفاوت از کنارش رد شدن اون دوستان سابق. بعضی موقع بی تفاوت رد نمی شدن، با چاقو به جانت می افتادن. راستی می شود که ملت ما بتواند به گذشته خیش برگردد و هموطن همشهری همکلاسی و همکار خیش را علی رغم گرایش های مختلف دوست بدارد؟ می شود، به شرط اینکه جامعه نظمی بگیره و همزیستی مسالمت آمیز همراه با احترام متقابل با همدیگر داشته باشند. زنده و پایدار باشید. شنونده و شنونده برنامه های زیبایتان همچنان وفادار، حسین خوزستانی تبار اسکاندیناویایی. از حسین عزیزمون سپاسگزاریم و آرزوی بازگشت به روال انسانی و انسانیت رو که یه مقدار کمرنگ شده، نمیگیم نیستا، الانم انسان های شریف زیاد در بین ملت ما هستن، کمرنگ شده که امیدواریم پررنگ بشود. عرض میشه که آریو آروین، دوست و هممیهن و بیننده جدیدتر ما، دو تا پیام برای ما نوشته. یکی این که در ارتباط با مسائلی که دفعه هفته پیش گفتیم، گفته خانهشان آنجاست و مسجدشان ایران. به این خارج کشوری ها میگه، میگه اینا خانهشان آنجاست، مسجدشان ایران. به آریای عزیز میگیم نه فقط مسجدشان ایران، خانهشان اینجاست و مسجدشان ایران، بلکه خانهشان اینجاست، عشرتکدهشان در ایران.
خانهشان اینجاست، حقوق بازنشستگیشان در ایران، خانهشان اینجاست، عواید ملکشان در ایران، خانهشان اینجاست، زیارتگاهشان در ایران، خانهشان اینجاست، صیغه خانهشان در ایران. آریای عزیز راست میگی. دوم هم نوشته: توجه شما ممنون، لطفاً در برنامه خود به دوربین که منظور من و که منظور من و ما هستیم نگاه کنید، نگاه بفرمایید اگر مقدور هست. آریو عزیز حق با شماست، به دیگران هم به ما ایراد گرفتن که چرا در هنگام برنامه به دوربین نگاه نمی کنی و الان در یکی دو برنامه دیروز و امروز سعی کردیم تا جایی که میشه به دوربین نگاه کنیم، چون ما رؤوس مطالب رو می نویسیم، دیگه پیر شدیم یادمون میره، گاهی به این برقه نگاه میکنیم و یهو محو این خط و انشای زیبای خودمون میشیم، یادمون میره به دوربین نگاه کنیم. به هر حال تو راست میگی، ولی علت اصلی آریای عزیز جای دیگه است. علت این که ما زیاد به دوربین نگاه نمی کنیم اینه که اولا ما بچه کم روی هستیم، خیلی خجالتی، سر به زیریم بیشتر. بعدم برادر پای دستگاه تلویزیون زن نامحرم نشسته. خب اگر ما به دوربین نگاه کنیم چشممون میفته، چشم اونام به ما میفته، بعد معصیت انجام میشه. اینه که برای اینکه از معصیت یه مقدار خودمون رو برحذر نگه داریم کمتر به دوربین نگاه میکنیم. نیست خیلی هم خوشتیپ و خوشگل و زیبا هستیم. آقا دیدیم بعضی یعنی صاحب تلویزیونه میگفت، یکی من دیده گفته تو چقدر خوشتیپ و خوشگلی، به خودش میگفت. حالا این بیماری به ما هم تأثیر کرده، ما خیلی خوشگل و خوشتیپی، ممکنه ما رو ببینن یک دل نه صد دل عاشق ما بشن. آره. میفهمید که به خودمون داریم مدلک میدیم، کاری نشد. آره به حال چشم آریو، سعی میکنیم بیشتر به دوربین نگاه کنیم که شما جمال زیبای ما رو ملاحظه کنید. دوست مهربانی که خودش صاحب رسانه است، خودش یه رسانه داره، ایشون یک ایمیلی، یه نامه‌ای هفته قبل برای ما فرستاده، نوشته: خراسانی تو چرا این سطر رو هی بادش میکنی؟ شاعر گرامی، شاعر گرامی، شاعر شهیر، این اصلا شاعر نیست بابا. این یه بیت شعرم تا حالا نگفته. این شعر ها به روایت این دوست مال یک کسی به نام آقای علیرضا شجاع‌پور بوده، حالا به یه نوعی دست ایشون رسیده، این رو نواز کرده، سیدی کرده، فروخته، میفروشه، خونده. حالا آره اینو به خورن مردم اینجوری داده. به این دوست محترم میگیم، خودش هم حالا اسمشو نامه چون خصوصی برای ما نوشته اسمشو نمیگیم، میگیم نازنین تو خودت اهل بخیه ای، خودت صاحب رسانه هستی، باید دقت کنی، ما اینا حجمش میکنیم. وقتی شاعر شهیر خطابش میکنیم، یه جایی هم یادت اگه باشه برنامه ما رو دنبال کرده باشی بهش میگفتیم که حکیم ابوالمسعود فردوسی اصفهانی بر وزن حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، یادته؟ حجمش میکنیم، تو که اهل بقیه هستی. بعدم این داستانی که تو میگی این شعر مال خودش نیست و از جایی گرفته و برداشته، این ما رو سننه. اگه واقعا این شعر مال اون آقای شجاع‌پور باشه، علیرضا شجاع‌پور گفتی دیگه، آره، اگر این آقای علیرضا شجاع‌پور در قید حیاته که عمرش دراز باد، خودش باید بره مدعی بشه، آدم زنده که وکیل وصی نمیخواد. اگرم نه رحمت خدا رفته، حتما کس و کاری، وارثی، چیزی داره، اونا باید ادعا کنند. ما این وسط چی کاره ایم؟ شعر رو برداشته، برده، نمیدونیم، گرفته، شاید بینشون معامله‌ای شده، یه وچی پتا اینا اهل
پرداخت هستن در بسیاری موارد، پرداخت و دریافتشون خوبه، شاید هم اینجوری بوده، خود اون بابا باید ادعا کنه نه ما. بعدم ما مشکلمون با یه کسی مثل آقای صدر که این نیستش که شعر رو نمیدونیم برداشته خوب برداره، خودش باید با صاحبش، اون صاحب شعر باید اگر درست باشه این قضیه بیاد. مشکل ما در اینجاست که این یه ابلهی مثل اون یارو فقرآورم یاره کلا سر مردم بذاره، داستان یه جور دیگه وانمود کنه. مشکل ما اینه، میگیم این که تو میاری این دشمن ملت ایرانه، این از اوناست که به راحتی میتونه به مملکتش خیانت کنه و با خارجی وابنده. الان خودش به اعتراف خودش میگه من در تمام دستگاه های کاخ سفید یک کاره ای هستم. چیکار اینجا چیکار میکنه؟ داره نقل و نبات میفروشه به امریکایی یا میهن منو؟ ما مشکلمون اینه. مشکل ما اینه که ظلمیست که همین صدر رو اون فخرآور به مردم ما دارن میکنن و به میهن ما میکنن. شعر کله پدره. شعر چیه؟ شعر هرچی. یارو گفته شعر فروخته به این، شاید بخشیده، اون مسئله بین خودش. بهار فرصت رو مختنم میدونیم، به این دوست صاحب رسانمون سلام و درود هم میفرستیم. خب ساعت دو ما قرصمون رو با اجازتون بخوریم. چند برنامه زیادی از دکتر قاله ارمنیمون نکردیم، یه سلامی هم به او و به در مادر محترمش بکنیم، منظورمون خانم الباست در امریکا. بیننده دیگری به نام خانم افسانه آرمانی، خوب گوش بدید اینا خیلی جالبه، نوشته درود بر شما. اون بیننده‌ای که انتقاد کرده بود و غلط املایی زیاد داشت، یادتونه دفعه پیش یه کسی 6-7 تا پیام زیر برنامه ما گذاشته بود با غلط املایی و انشایی، ما راجع بهش صحبت کردیم و جواب داد. میگه اون بیننده از طرفداران انچوچک است. جالبه این انچوچک رو ما عباس فخرآور رو مفتخر کردیم، این لقب رو بهش دادیم، این لقب داره بین‌المللی میشه. تو رو خدا یادتون باشه این کپی رایتش مال ماست، ما ایشون رو گفتیم انچوچک چون همون انچوچک بهش میخوره. و به من هم در رابطه با انتقاد و افشاگری فقرآور مزدور بارها با همان املای زیبا حمله و حتی فحاشی کرده. یعنی این یارو که به ما فحاشی کرده بود میگه به منم فحاشی میکنه وقتی از صدر رو فقرآور انتقاد میکنم. من و دوستانم از شما درخواست میکنیم بیشتر در مورد انچوچک و صدر خائن صحبت و افشاگری فرمایید، سپاس از شما. این صفت خائن رو خیلی ارزون و زود به کار نبرید. خیانت خیلی گنده است، خیلی بزرگه و اگر به کسی نسبت میدید باید اثبات بشه. اینا ما ظلم به مملکت ما، به مردم ما میکنند. خیانتش کارش اثباتش آرزو داریم بعد از اینکه دولت ملی اومد روی کار در یه دادگاه ملی با حضور هیئت منصفه بررسی بشه. یک بیننده محترم دیگه به نام بروجردی، علیرضا بروجردی، نوشته جناب پیر خراسانی با سلام، من یک مسلمان سلطنت طلب هستم. درود بر تو، خوش به حالت که هم مسلمانی حقت هم سلطنت طلب. درود بر تو. ولی برنامه های شما را با دقت گوش می دهم و طرز شما را دوست دارم. همانطور که یکی از هموطنان ما اینجا اشاره کردند، منظورش به اون این پیام های زیر برنامه ماست، این فخرآور خائن، حالا گفتیم خائن رو ارزون خرج نکنید، واقعا همیشه و در همه برنامه ها ما را بلاک می کند چون وحشت از صدای ما و انتقادات ما نسل جوان ایرانی دارد. او یک روانپریش بیمار و مزدور است و خودش و طرفدارانش با هر کسی که مخالف او باشد شدید
و با فحاشی حمله ور می شوند. آره اینو ما تایید می کنیم، دلیل کتبی و ثبت شده داریم، بعدا توضیح میدیم. لطفا شما با خواندن پیام من صدای ما جوانان از داخل ایران باشید. چشم، هستین، بودیم، دیدید. ما در داخل ایران صدای من را خفه می کنند و در رسانه های خارج از کشور هم سانسور و بلاک. مرگ بر دیکتاتور بیناموس در هر لباس و مقام و یا هر مرامی. ممنون از لطف شما. بیننده دیگری به نام آرزو پناهی نوشته با درود خواهشمندم صدای ما را به گوش هموطنان برسانید. چشم، میرسانیم و رساندیم. فخرآور یک خائن و مزدور است. آقای صد، اینا نظر مردم قابل توجه شما و همیشه کامنت های ما را یا پاک می کند و یا ما را بلاک می کند. ببینید در کل کسی نظرات دیگران رو حالا پاک میکنه، بلاک میکنه یا صداشون رو خفه میکنه که بر حقانیت خودش دلیل نداره. اگه داشته باشه که بحث میکنه، منطق میاره که دیگران متوجه اعتراض ما به برنامه های مضحک و دروغ ها و اراجیف او چه در فیسکایپ های او و چه با آقای صد نشوند. راست میگه. این میان اون زیر شما تا حالاش ندیدید که ما چیزی رو زیر اون برنامه بریم، حتی اونایی که پشت وضعیت دادن پاک کنیم. هر کی پشت داده بده، مهم نیست. ما میشینیم جواب میدیم، پاک نمی کنیم. بذار اونم حرفشو بزنه. او دقیقا همانند همکارانش در وزارت اطلاعات سپاه مزدور عمل میکند. ممنون از لطف شما. اینا رو خطاب به ما نوشته. آره مسلمه، همکارانش هم به قول شما در وزارت اطلاعات با هممیهنان من و تو همینجور برخورد میکردن دیگه. شما بینید تو اون ایران اجازه میدن کسی اعتراض محترمانه بکنه، یارو رفته پولشو میخواد، میگه آقا من پولو بردم به تو بانک، بی همه چیز سپردم به عنوان سپرده گذار، امروز رفته پولشو میخواد مامور انتظامی رو بفرستن بزنتش. کجای دنیا هم چیزی رسمه؟ اینا هم از همون تیر و تایفن، این عباس فخرآور و به تبعیتش صدر از همون قماشن. صدر هم دیدیم تو برنامه دو هفته قبلش میگفت کسی نیاید روی خط حرفای عوضی بزند، یعنی همه بیاین به به چه چه کنید. منظور اینه دیگه. باز کس دیگری به نام نازنین عباسی برای ما نوشته با سلام و درود فراوان جناب خراسانی، من هم متوجه این اعتراضات از طرف دوستان شدم و به نظرم یک ایده بسیار جالبی است. ضمن تایید نوشته های سایر دوستان خواستم بگم در آخرین برنامه آقای صد با فخرآور برنامه را با هوچیگری به مناسبت بزرگداشت ندا آغاز کردند و کلی تبلیغات که اگر کسی نداند باور می کند که این دو اراذل اوباش حامی دموکراسی و حقوق بشر هستند. آره ما دیدیم اون برنامه رو، اون چنان داد سخنی راجع به این دختره که مظلوم ایرانی که جانشو در اون واقع از دست داد میشن که تو فکر میکنی اینا واقعا مادی هم. میخواستم به اطلاع شما برسانم که این مزدوران در همین برنامه کامنت های من را که اعتراض به این برنامه بی انتها و مزخرف و بی محتوا بود، همینطور انتقاد به فخرآور و صد در زمینه های مختلف از جمله که من و امثال من صدای ندا و ادامه دهنده راه او هستیم و چرا با من اینجور برخورد می کنند، این بود که مرا بلاک کنند. این خانوم رفته گفته آقا من ندای زندم تو این مملکتم، اعتراض کرده، بعد به جایی که جوابشو بدن بلاکش کردن و کامنتاشو پاک کردن، یعنی خفه کردن مخالف، و کامنت های من را هم پاک کردن. ننگ بر این هوچیگران دروغگو که از ندا صحبت می کنند. مطمئن هستم که روح پاک ندا هم
از این هوچیگران و روسپیان سیاسی و دروغهای آنها به نام او آگاه است. به قول دوستان، شما صدای ما باشید و به مردم بگویید که جمهوری ننگین اسلامی داعشی به قلب ندا تیر زد تا او را ساکت کند و فخرآور و سرد به گلوی ما چنگ می اندازند تا ما نداهای زنده را خفه کنند. کاملا باید موافقم. تفاوتش کجاست؟ باور کنید که اگر به این دو کابوی اسلحه بدهند بدون تردید یا تفکر، در موقع اعتراضات به سمت ما شدیک هم خواهند کرد. مطمئن باش. کار دیکتاتور و نوچه دیکتاتور و طرفدار دیکتاتور و دیکتاتور فکر کن، کسی که تفکرش دیکتاتوری است، همینه. و این داستان هزاران سال در تاریخ ما سابقه داره. در برههای خیلی اندکی از زمان بوده ای که یک کسی در اون رأس نشسته که به حرف دل مردم گوش میکرده و اگر اعتراضی میشده جواب منطقی داشته. در سایر موارد جواب معترض یا میل کشیدن میل سرخ به چشمش بوده، یا در آوردن چشمش، یا بریدن سرش، یا قطع دست و پاش یا سرش. شک ندارم چون بارها شاهد عصبانیت و پرخاشگری این روان پریش فخرآور در اینترنت، البته با اکانت های جعلی، بودم که چطور به من حمله بر شده و با کلمات بسیار زشت و ناموسی به من فحاشی کرده است. کار این دیکتاتور است؟ خب فخرآور کیه؟ از اونجا داره میاد، از وزارت اطلاعات داره میاد. وزارت اطلاعات مگه غیر از این کارشه؟ مگر در زندان اوین و گوهردشت و سایر زندان ها غیر از این روش برای برخورد با دیگراندیشان هست؟ یارو میگه آقا من تا امروز مسلمون بودم، میخوام مسیحی بشم. جوابش سرب داغه. جواب منطقی براش ندارن. این هم از همون سرطبیل است. لطفاً اینجا شما با صدای بلند به این دلغک، به این دلغک دیکتاتور از طرف ما اعلام کنید که ما نداهای زنده هستیم و در مقابل افرادی دیکتاتور و وطن فروش و شارلاتانی همانند او ایستاده ایم و او نمیتواند ما را خفه کند. یک ایران سپاس از شما. پاینده باشید. ببینید، راجع به ندا صحبت کردید نازنین گرامی. ندا در حقیقت بعد از اینکه به قتل رسید، برای یه عده شد دکون، مغازه با ندا باز کردن. و این کار آقای صدر و فخرآور هم همون ادامه اون مغازه است. یادمونه همون سالی که ندا کشته شد، در یه جایی در شمال کالیفرنیا یه تلویزیون بود که حالا جمع شد، تلویزیون ساتلایتی. صاحب اون تلویزیون یه آدمی بود، باور کنید گزاف نمیگیم، این تعادل روانی نداشت. آدمایی که مشکل ذهنی دارند اینا حرف رو تکرار میکنند، نه یه بار و دو بار، سه چهار بار تکرار میکنند. بر رفتارشون، چشمشون، نگاهشون، حرکاتشون، همین اینو که میگیم اصلا حالا دری به تختهی خورده بود، صاحب یه تلویزیون شده بود، یه بارم کشیدن بردنش دبی اونجا سیبیلش رو چرب کنن، حالا شانس رو برد نکشتنش. مثل که اعتمالا تمکینی هم کرد، چیزی هم اگه جس و گریخته شنیدیم که سیبیلش هم چرب کردن. و این همون کسیست که در ماجرای زلزله بم بود، ظاهرن اگر تردید از ماسیا زلزله جای دیگه، $300,000 هم از مردم گرفت و کشید بالا. حالا کاری نداریم. این موجود مفلوک کنزن تا این ماجرای ندا پیش اومد، اومد یه اسم ندا هم به تلویزیونش اضافه کرد، مثلا تلویزیون خرچنگ ندا یا ندای خرچنگ، مثلا اگه اسمش خرچنگ بود.
و بعد یه مجسمه نیمتنم از ندا درست کرده بود، گذاشته بود رومیزش، اینو کرده بود بساط گدایی، به اسم ندا گدایی میکرد. حالا این یکی این که اینا اصولا این ندای تفلک رو کردند وسیله گدایی، وسیله چاپیدن، کلاهبرداری از مردم. سوء استفاده از نام ندا. اولا یه خواهشی از دوستانمون داریم، کسانی که برای ما پیام میذارید، حالا چه از ایران چه از جاهای دیگه، در این املا و انشای نوشته هاتون دقت کنید. حالا چرا؟ البته شما هر فرمی اگر کثیف و با سادم بنویسید ما میفهمیم، منظورتون رو میفهمیم. ولی واقعا ببینید شماها تو این اوضاع امروز که این زبان مادری ما مورد ظلم قرار گرفته و هر روز در تخفیفش میکوشن و یک کسی مثل حداد عادل رو در رأس فرهنگستان زبان و ادبیات ما گذاشتن، وظیفه شماست که این زبان رو پاسداری کنید. بنابراین ازتون خواهش میکنیم که وقتی برای ما پیام میذارید، ایمیل میدید، به دیکته و انشای مطلب به خصوص دیکته توجه کنید. یه بار بخونید، دوبار بخونید، اول روی کاغذ بنویسید، از یه کسی که واردتر از شما سوال کنید. والا سوال کردن هیچ ننگی نیست. یه دوستی ما داریم در این مونتریال، مرد فاضلی، سردبیر یه نشریه هم هست. باور میکنید ما اگر در مواردی در یه موردی به اشکال بر بخوریم بهش زنگ میزنیم ازش سوال میکنیم؟ روزای اول که هنوز آشناییمون زیاد محکم نبود، یکی دو بار که زنگ زدیم خب شوخی داشتیم با هم، رفیق بودیم، یه فوش هم به ما داد، فلان فلان شده، میخوای من امتحان کنی؟ مثلا تو نمیدونی اسقر با سینه یا ساد، مثال میگیم ما. گفتیم نه حضرت عباس، هیچ امتحانم نمیکنم، این کلمه رو ذهنم نیست که با چه جوری باید بنویسم. حالا مواردی پیش میومد، بعدن باور کرد، حالا البته دیگه کمتر، ولی هیچ خجالت نمیکشیم از کسی سوال کنیم. هر سوالی داشته باشیم، بلد نباشیم میپرسیم. من بچه های خودمون، البته بچه ها فارسی زیاد نمیدونن، کلمات فرانسه انگلیسی رو بلد نباشیم، بدون خجالت بچه ها میپرسیم، خجالت هم نمیکشیم، بپرسید و سعی کنید دیکته رو درست بنویسید. بعدم ما اهل بلاک کردن، پاک کردن، جنگیدن نیستیم. ما حق برای همه قائلیم که حرفشون رو بزنن. خب چند تا پیامم حاوی فحش و فضیحت افراد به هم دیگه بود، این به اون فحش داده بود، این به این بد گفته بود، یه جاهایش هم خواسته بودن از ما حمایت کنند. لطفاً اگرم میخواید لطف کنید از ما حمایت کنید، با فحش حمایت نکنید، با یارو جواب منطقی بدید، اعتراض کنید بهش. از فحش و ناسزا چیزی حاصل نمیشه. به این کفار نگاه کنید چجوری با هم تعامل میکنند. خب تا اینجا مطالبی که گفتیم نظر دوستان بود دیگه، اون پیامایی که فرستاده بودن، ولی ما خودمونم یه تجربه از این عباس فخرآور داریم، اینم بد نیست براتون بگیم. البته احتمالا این کلیپ رو بسیاری از شماها دیدید. موضوع برمیگرده به چند سال قبل، تاریخش رو دقیقا نمیدونیم، ولی بعد از این مسئله این کلیپ پخش شد، بسیاری دیدن، اخیرا هم دیدیم دست به دست میچرخه، وقتی این شاه عباس صغیر امیر عباس فخرآور داره اردرون بلدرون میکنه، این کلیپ ها این برابر نشون میدن، در یک تلویزیونی باش مصاحبه میشه، نشسته بقید دست مجری که باش مصاحبه کنند، یه خط باز میکنن، یه بیننده میاد روی خط، خیلی با احترام جناب آقای فخرآور، جناب آقای مجری، انصافا بیننده بدون هیچ فحش و فضیحتی، هیچ حتی حرف زشتی، میگه آقای فخرآور شما مدعی هستید، شما میفرمایید که در زندان عادل‌آباد شیراز بودید، شما تو کدوم بند بودید؟
زندان ها بندهای مختلف دارن دیگه. این دست و پاشو گم میکنه و نه من توی اون سال 2500 تا دانشجو رو دستگیر کرده بودن. آقا اینا رو ولش کن، اینا رو میدونم. شما که مدعی هستی تو زندان عادل‌آباد شیراز بودی، تو کدوم بند بودی؟ گفت نه ما تو بند نبودیم، تو قرنطینه زندان بودیم. گفت آقا زندان عادل‌آباد شیراز قرنطینه نداشت. این باز دست پاشو گم کرد. گفت آه حالا اینو ولش کن، رئیس زندان عادل‌آباد اون زمان اسمش چی بود؟ گفت نه آقای مجری، اینها خائنینی هستن که میان میخوان منو عصبانی کردن، من اصلا الان باید برم، من ساعت 4 کار دارم. مقلته کرد و شامورتی بازی. بعدم ببینید من دارم میرم دیگه، پشت سر من اینجا حرفی نزنید، هر حرفی هست جلو خود جلو خودتم که جواب نمیدی. ببینید اصلا نیاز نیست برای شناختن این موجود مفلوک. شما به سندی دنبال سندی برید، حرکاتش نشون میده. همین صحنه که بعد از همه اینا جالب تر، یه خورده که عرصه رو تنگ میبینه، تلفن بیننده رو قطع میکنه. در یعنی یه لحظه از قفلت مجری استفاده میکنه، تلفن قطع. مجری میگه چرا تلفن رو قطع کردیم؟ نه اینا نباید. آخه این دیگه از هر رو منش شمسه بابا جان. البته اون مجری هم باید دوباره اون بیننده رو خواهش میکرد بیاد رو خط و یقه اینو بگیره، بگه آقا زندان عادل‌آباد قرنطینه نداره، کجا بودی؟ رئیسش اسمش چی بود؟ حالا اون به چه دلیلی اینو دنبال نکرد؟ حالا وقت نداشت یا نخواست، صلاح ندید. اینا مزدورن، اینا فاسدند. این ناله ناحقم که اینجا میزنیم والا به حضرت عباس، به شرافتمون، به خدایی که شما باور دارید، نه یک سنت کسی به ما میده، نه پولی از جایی میگیریم، نه پولی به کسی میدیم، نه داریم که بدیم. اینا رو به خاطر شما مردم میگیم. یارو آقای بابک از ایران نوشتی شما به این امید دانای ایران پرست توهین کردی. با مردی که مزدور نظام تو بهش میگی ایرانیه میاد ایران پرست؟ اگه کسی به قول تو ایران پرست باشه میاد به آقای رضا پهلوی دریوری میگه، کسی که به هر حال موی دماغ رژیمه. آره انجور حساب کنی. حالا آره اینجوری داستان. به خودتون بیاید. ما والا نه با کسی خورده حساب داریم، نه دشمنی شخصی داریم. اگرم چیزی بگیم به خاطر میهن و مردممونه. میگیم مواظب باشین کلا سرتون نذارن. این آقای سرد احتمالا نفی از این یارو میبره، وگرنه ما اطلاع دقیق داریم که بسیاری از بزرگان این رشته بهش نصیحت کردن آقای سرد نکن، این کار درست نیست، این موجود رو درست نیست تو بیاری پروبال بهش بدی، به خورده مردم بدی. گفته نه این ریتینگ برام میاره، ریتینگ یعنی تعداد بیننده هامو میبره بالا، اینقدر ارزش داره تو به خاطر ریتینگ این ظلم در حق میهن و مردمت بکنی آقای سعد؟ حرف ما اینه، وگرنه ما هیچ مشکلی با کسی نداریم. اگر چیزی میگیم به خاطر سعادت مردممون میگیم. این مراسم افطاری هم که هر سال رسم بود در کاخ سفید در طول حکومت چند رئیس جمهور سابق برگزار می شد، امسال توسط آقای دونالد ترامپ ملغا شد، کنسل شد، که این هم ما نمیگیم حالا کار خوبی کرد، کار بدی کرد. در حال این روابط فرهنگی بین کشورها هست، دو کشوری که از ساکنینش از یه دین و مذهب هم نیستن معمولا در مناسبت‌های مختلف به هم تبریک میگن، تسلیت میگن، در اگه مصیبتی بر کشوری وارد چه کشور دیگه بهش تسلیت میگه. ولی این حرکت هم که این عملی رو حالا افطاری دادن و یه در دعوت کردن چیز بدی نیست، ولی این هم از آثار این کدرفتاری های خود بعضی از این مسلمینه. وگرنه چرا باید
دونالد ترامپ اینو ملغا کنه. خب یه عده مسلمان، همه مسلمان ها که اون وحشی ها و قاتلین نیستن، یه عده مسلمان احتمالا آره حسابی هم میرفتن اونجا افطار میکردن، یه نماز فرنگی بود. اینا به علت حرکات زشت دیگرانه، عمل اونا. همینطور که در انگلیس هم وقتی یارو انگلیسی سوار بند میشه میره توی جمعیتی که از مسجد اومدن بیرون، نتیجه عملی است که اون مسلمون قبلا کرده رفته با یه ماشین تو شکم انگلیسا. برحال صدایی که میاد بهتون بگیم اینجا طوفان شدید بیرون در جریانه، فقط دعا کنید پیر خراسانی و کلبش رو طوفان نبره. اینجوری که حالا ما پرده ها کشیده است بیرون چه خبره خبری نداریم. برحال وقت ما در شرف اتمامه، سپاسگزاریم از سعید عزیزمان به خاطری که لطفی رو که به ما داره و برنامه ما همچنان فعلا هست و ما میاییم اینجا با شما هموطنان درد دل میکنیم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی، شادی، دل خوش و برای میهنمون آرزوی آزادی داریم. از شما بینندگان گرامی، شنوندگان محترم که به طرق مختلف با ایمیل و پیام و چه و چه مورد محبت قرار میدین سپاسگزاریم. ما به پیام ها همه جواب میدیم، چه مثبت باشه چه منفی، و هیچ از این نظرم نگران نیستیم. انتقاد هم که میکنید جواب داریم. به هر یه روزی هم ممکنه بگیم ما اشتباه کردیم و همچین نیست که ما هرچی میگیم وحی منزله، این نظر ماست. به هر حال همه شما رو به خدای مذهب پاناسونیک، مذهب حقه پاناسونیک یعنی دانش، علم، ساینس می سپاریم. شاد و آزاد و سربلند باشید. به امید دیدار در برنامه آینده که فکر می کنیم هفته آینده ما برنامه نخواهیم داشت به دلیل همین داستان روز آمریکا و این صحبت ها. حالا احتمالا آقای بهوانی اعلام می کنند. به هر حال همه شاد و آزاد و سربلند باشید. امید دیدار در برنامه آینده با درود و بدرود.